الو یعلی سلام سلام دیمو هستم از سری آموزش های آلمانی با دیمو از دیمو لینگو کتاب شتارتن ویا سطح ب اینس فکر میکنم جلسه 22 و باید باشیم اگه اشتباه نکنم 18 19 20 23 آره جلسه 22 هستیم مرسی که همراه ما هستید مرسی که ما رو دنبال میکنید اگه اشتباه چیزی تا الان پیش اومده بر ما ببخشید پیش اومده پیش میاد پیش خواهد آمد Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Ihr könnt mich auch kennenlernen und mich auch liken. Also, ihr könnt auch meine haben wir eine neue Lektion begonnen, ja. Und heute möchten wir weitermachen. Es gibt eine interessante Grammatik, das ist ganz, das ist lustig. Also, und süß, denke ich, und auch praktisch. Das ist über 謙, ja, 謙. بریم ببینیم که این گراماتیک چیه کلا وقتی آلمانی ها میخوان یه چیز رو یه چیز صحبت بکنن یه چیز رو دوست داشته باشن از پسوند هن استفادهش کنن و کوچیکش میکنن تو فارسی نمیدونم بهش میگن که کهنیت کنیت. کهنیت دقیقا یادم نمیاد ای یا ای مثلا میگیم عروس عروسک دختر دخترک پسر پسرک یعنی اونو یه ذره کوچیکترش میکنیم آلمانی هم برای که اینو دارن یعنی این رو دارن که هستش و حالا وقتی که یه چیزی رو مثلا به عشقشون به دوست دخترشون دوست پسرشون میخوام بگن از این استفاده میکنم مثلا عروسکم ملوسکم خرگوشکم جوجو جوجو جو جو از اینا دارن اونم یعنی یعنی فقط دختران سرزمین من نیستن که اینو دارن دختران سرزمین و پسران سرزمین اونها هم اینو دارن همین جوجو اچقکم و اینا <applause> اونها هم دارن میگن و از پسند شن استفاده میکنن شن ودا لاین خب اما این کتاب فقط راجبه شن صحبت کرده من راجبه این گراماتیک یه ویدیو کامل دارم که صحبت کردم میتونید برید ببینید که گفتم مثلا لاین رو که استفاده کنیم و شن رو که استفاده کنیم احتمالا به درتون بخوره برید و ویدیو رو خوب ببینید و شاید براتون مفید باشه این از این یعنی این پیش بود که ما اینجا داشتیم خب برای مثال مثلا میگیم فیات اسب بخوام بگیم اسب کوچیک میگیم یه نکته دیگه ای که بخوایم بگیم همه اونایی که شن دارن دست هستن دست مثل متشن دست متشن نه پیاد شن بعد خدمت شما آرزم که مثلا هوند حالا هوند رو نگم دیگه مثلا چی بگیم بیر خرس میشه بیخشن نه بیشن دست بیه بیشن خرس کچلو نه دست بیشن این از این یعنی کلیت داستان این شیلیه که نداریم. داریم مثلا تیا تیاشن تیاشن نه تیاشن. بریم یه ذره بخونیم یه چند تا نکتی دیگه هم داره که در ادامه جلوتر به اینا میرسیم خودش اینجا یه سری کلمه داده مثلا گفته که پفیرد خب با پفیردشنه نه هند هندشن این نکته که اگه دقت بکنی نکته که دیگه که میخوایم بگیم اگه توی کلمه او یا دوتا تا او او, او 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 دا او 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 دا ا او دا ا هبن ون دیزه ورتا شن بکومن یا دن او 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 اب بکومن املاوت ها اگه اینا رو داشته باشن وقتی شن میگیرن اوملاوت میگیرن میشن هون شن نه مثلا با او الان یادم نمیاد که بگم مثلا همین خودش اینجا گفته زومه نه میشه زومشن یه نکته دیگه بگم که همینجا الان دوباره بگم وقتی که کلمه میگم به اینا آخر میشه این اش میفته بچا یعنی میشه زومشن و یه دونه اوملاوت میگیره نه پس یه بار دیگه بگیم اگر این او یا او او یا مثلا او, او یا دو تا او داشت یا آ دو تا آ داشت اینا تبدیل میشن به اوملاوت نه و اگر این چون انگلیسی داره ارور میگیره اینجا من اینو آلمانی کنم که ارور نگیره و اگر ا کلمه به ا خط اش میفته نه ببین هوند هوندشن زوم زومشن یعنی من اینجا بنویسم هوند بعد چیز کنم هوند هوندشن مثلا زومه میگم زومه میشه چی؟ زمشن اوکی؟ یا مثلا خود کتاب ببینید دوباره گفته توته که میشه توتشن نه؟ اش افتاد توتشن ببینید دیگه کوچکتر شکلشون کشیده اما بریم پایین بخونیم چیز رو یه متنی نوشته بالا چند کلمه نوشته گفته که ها مثلا آره میبینید هازه نه؟ هازه خربوشه میشه چی؟ میشه هسشن اش میفته میشه هسشن داس هسشن خرگوشکم میتونی اینجور بگی هسشن یا ماوس مثلا دی ماوس نه میشه مویسشن ماوس میشه چی بچه ها آملاد قرار بگیرید که میگه مویسشن فراو فراوشن بیا بیاشن هیا هیاشن کتس میشه کتشن خب پایینش مدنی نوشته گفته که ویا دوچه مخن دی دینگ گن کلاینا آل سیزین گام چیزی که هستم دوستم کوچکترشون کنیم چند تا مثال زده مثلا وی ترینکن ما چی میشیم بیرشن کافن این هویسشن نه میگه خونه میخریم اون گبن این کوسشن کوسشن یعنی چی یه بوس اینجوری مثلا کوسشن یه بوس کوچولو <laughs> بعد میگه که منشن دی وی گرن هابن گرن هابن یعنی مرگن لیبن دوست داشتن کسی که دوست داشتن مثلا

کوزن نامه هم یه لقب میتونه بشه هم مثلا همین اتقکم و جوجه و جوجو و اینا اینا کوزن نامه هستن نه اینا رو میتونه استفاده بکنید بعد گفته که بنوسن دبای افت از شن مثلا شت هم خوش یعنی عزیز دیگه حالا شتشن یعنی عزیزکم یعنی اتقکم جوری اینجوری مثلا انگل انگلشن مثل مثلا فرشتکم تیغه میگه حتی حیوان هم اینجوری که چند تا حیوان اینجا مثال زده یدوخ uh, زین فراوشن و هرشن کاین کوزن نامه این نکته که آخر گفته مهمه میگه فراوشن و هرشن کوزن نامه نیستن زوندن به سایشتن این دی فون هوندن اگر اون یه تا سگ داشته باشیم صاحب این سگای خانوم باشه اون میشه فراوشن اگر صاحب این سگا آقا باشه میشه هرشن پس هرشن و فراوشن بزیدسان نه بزیدسا و بزیدسغینن حواستون به این نکته باشه که بس نکته مهمی هستش که باید بهش توجه بکنید دیگه بعد آره دیگه بیشتر چیزها رو گفتم چیزایی که داشت مهم بود و براتون توضیح دادم که اوکی خب یه سه کلمه هستن که خودشون شن دارن که تو اون ویدیو میتونید برید اینا رو ببینید و راجبش صحبت بکنید خب این از این Uh, بریم صفحه بعد این رو دیدیم چه جوری دیگه صفحه بعد میگه که هرن درای ورژنن فون لون گششته میگه این قسمت کامل بکنید دیگه ارگنسن سی سو فیل وی میگلیش میگه تا اونجایی که میتونید کاملش بکنید مثلا اولش میگه ایش هاب میش سلبستندیش گماخت من اینو میگم مثلا شونس هوبی از بروف و این حرفا گوش بکنید اینو کامل بکنید قسمت بعدی زردم یه ویدا هولونگه اینو ما تو اتوای خوندیم من اونجا خودم شخصا تو این ویدیو اتوای پلیلیست اتوای کامل توضیح دادم و هیچ بهونه پذیرا نیست که صرف صفت adjective دکلیناسیونه اینجا کامل اوورده دیگه نه نکته که میخوام بگم اینه که یادم اونجا بود که اگه آرتیکل عوض میشدن یعنی در و دس و دی میشدن مثلا تو داتیف همشون عوض میشن دیگه یا مثلا تو آکوزاتیو در میشه دن یا این اینن حتما صفت ما بدونیم که بدونیم اون اسم چیه در دست دیگه یه دونه ان ای میگیره یعنی داتیو رو نگاه کنید اینم التن فوگوند همه ای صفت ها یه دونه ان ای گرفتن تو نومیناتیو هم که اینا همه رو بلد دیگه یعنی الان اینا رو بلد نباشید واقعا ضعفتونه بچه اگه نمیدونید این قسمت ها حتما برید ویدیوهایی رو حالا هر جا با هر کسی هر طوری میشه یاد بگیرید چون اینجا جای یاد گرفتنش نیست تو این سطح اگه شما اینا رسیدید و این جدول میبینید مشکل دارید بدونید که ضعف شدیدی دارید و شما تو آدو هنوز مشکل دارید برید حلش بکنید یعنی برید کلی تمرین و مثال پیدا بکنید که به مشکل بر نخورید به شدت چیز مهمیه این از این قسمت هشت رو ببینیم صفحه پنج قسمت هفت اینجا نمیشه واقعا رو صحبت کرد قسمت هشت میگه که زلت یه دا این هاوس تیه هابن نین نین واقعا زلت یه دا Viele Leute oder manche Leute mögen nicht ein Tier zu haben. Weiß ich, woran du schneidest? Welche Vor- und Nachteile haben Haustiere? Ich weiß nicht wirklich. Ich habe gesagt, ähm, wirklich mag ich nicht ein Tier zu Hause zu haben. Gar nicht. Ich hasse das. Zum Beispiel eine Katze zu Hause haben oder einen Hund. Aber zum Beispiel die Leute, die. Äh, die Tiere, Haustiere haben sagen ja die, das hat viele Vorteile zum Beispiel äh, Tiere sind äh, gute Freunde man kann mit, äh, mit, äh, den, äh, mit denen ja, äh, einfach sprechen Aber dann wir noch, äh, mit ihnen mit ihnen einfach sprechen. Man kann zum Beispiel, die sind äh, Freunde ein, einfach, ja. Freunde oder Freundinnen. Besser als zum Beispiel als ein Mann oder besser als ein Mann oder eine Frau. Und so, die sind süß zum Beispiel und ja, man muss immer wieder, äh, man muss immer wieder um äh, Tiere, äh, man muss sich um Tiere kümmern und so weiter, ja. Aber äh, Nachteile, zum Beispiel, die machen äh, das Haus schmutzig, das fehl, ja, äh, immer wieder überall ist fehl und so, Haare, ja, das, gef das gefällt mir nicht einfach. Hallo, hier ist der Tarkib, bei dem man schon mal beginnt, kann man sagen, ein Vorteil, ein weiterer Vorteil, weil ich äh, habe die persönliche Erfahrung gemacht, eigentlich schon mal in siehst du, یا این هاستیا زیر ویشتیش مثلا یه yeah, yeah, خونه خیلی مهمه یا ماینا ماینون نخ میتونید از این جمله ها استفاده بکنید و بگید تو کلاستون بگید با دوستتون با پارتنرتون بگید اگه دوست داشتید کامنت ها بنویسید من حتما جملاتتون رو میبینم و بررسی میکنم که حالا اینجا راجع به هم صحبت کرده که حالا ما یه درس داریم راجب به پرزنتاسیون کاملا صحبت خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که چه چیزی هستش و به چه دردی میخوری یعنی چجوری باید یه پرزنتاسیون داشته باشیم فکر کنم تو درس بعدی میخونیمش آره تو درس بعدی پرزنتاسیون داریم آره درس بحالی درس بعدی خب بریم صفحه بعد بچه ها صفحه شست رو بیارید اولش گفته که ادیکتیو فیا پرسونن و اسپریشن سی مثلا گفته که ich habe einen sehr netten Vater دقیقا اون صرف صفت هست. مثلا Ich میت mit einem guten Mann. Mit einer reichen Frau. اینطوری یه چند تا جمله این شکلی خودتون بسازید. یه سری آدم پیدا بکنید. یه سری صفت بهش بدید و به این شکل پیش ببرید. قسمت بعدی اکسترازه. اکسترازه ببینیم. گفته که Kfz-mechanika میشانوت... یعنی که Auto-mechanika Kita یعنی همون Kindergarten فیر کیندافون زx موناتن از شیش ماه تا ش سال کیتا به روس فاونگ زمن بید به این شکل خب این از این تا اینجا بمونه ما جلسه بعد این متن رو میخونیم و ادامه میدیم فکر میکنم که یک دو سه ما چهار جلسه نیاز داشته باشیم که درس پنج رو به اتمام برسونیم دیگه دمتون گرم که همراه ما بودید مرسی که ما رو حمایت میکنیم مرقب خودتون باشید پس گوت آف ویش آف بیس زیتون چا, چا.